حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست. اما چیکار میشه کرد؟ آیا جنگیدن با طالبان امکان پذیره؟ آیا زدن طالبان از قدرت کنار توسط جمهوری اسلامی ایران امکان پذیره؟ خیلی صریح و روشن میگم نه، امکان پذیر نیست. فعلا شرایطی نیست که ایران بشود سیبل درگیری با طالب، اصلا امکان پذیر نیست. ما به هر حال میدونیم که طالب با اون شرایط، یعنی به جهت چسبندگی که به اخشاری از درون جامعه افغانستان داره، بالاخره اینها امروز بهشون طالب گفته میشه. زمان شوروی هم اینا بودن، هم اینها بودن. طالب ریشه از خارج اومدن نداره، طالبی است که بالاخره اگر نگاه بکنیم اینا آموزش دادگان مولوی محمد نبی بودن که بالاخره اونها علیه شوروی جنگیدن، اینا بینشون علیه شوروی جنگیدن بودن تا اینجا اومدن. بالاخره یک مجموعه است، یک تفکری است که ما چاره‌ای جز این که نوعی سیاست رو در مقابل این جریان خاص به پیش بگیریم نیست. پس در حال حاضر نه امکان با قدرت کنار زدن طالب وجود داره، در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشه و جز داعش وجود نداره، فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم. این هست که ما اگر طالب رو باهاش درگیر بشیم به مراتب سختر، یک دشمن به مراتب سختری به نام داعش هست که اونو فعلا به نظر میاد که فعلا طالب رو با داعش متوقف کنیم بیشتر به لحاظ امنیتی به نفع ما هست. جنگ داخلی جدید هم باز هم به ضرر ما هست. پس بنابراین به نظر میرسد که علارغمی که هیچ به قول معروف علاقه به شناسایی نیست، علاقه نیست، ولی بالاخره چاره جز مدیریت صحنه شناسایی نیست. ما دیروز یه جلسه رو در تهران برگزار کردیم، جلسه کشورهای همسایه. هفته پیش من در مسکو بودم، در مسکو یه گام رفتن جلو، نمیدونم دوستان توییت منو دیدن یا نه، یه توییتی زدم، روسا هم خیلی ناراحت شدن از دست ما و فلان اینا علیه ما، ولی خب دیروز یه خورده باز دوباره عقب کشیدیم کشورهای منطقه رو از اون گامی که روسا یه برده بودن جلو. دیشب دیروز در جلسه ما یه گام آوردیمشون عقب.